مرسی مرسی. من خیلی سریع بگم وقت دوستانم نگیرم. این اول بگم در مورد اون 3.5%، بعدن این سوال پرسیده شد اصلاحش کردن. قصهش اینه، یه قانونی وجود داره تو تمام تظاهرات در طول تاریخ، 3.5% از جمعیت اون کشور، حالا اون کشور 100 میلیونه یا 10 میلیونه، 3.5%ش تو کف خیابونا بیان به مدت 2 تا 3 ماه مستمرن. بیشتر شد مهم نیست، ولی کمتر نباید بشه. نکتش اینه، اون سیستم سقوط کرده. نه البته کمتر نباید بشه درست نیست، چون خیلی مواردی داریم که کمتر بوده و سقوط کرده، خب، ولی مواردی نداریم که بیشتر باشه و سقوط نکنه. یعنی اگه به این حد برسه آره. نکته اساسی این، اول خواستم اینو بهتون توضیح بدم که 3 ماه بود زمان بهش گفتن، بعدن اصلاحش کرد. درست میگه نوید، داری بعدن اصلاحش کردن. اما برسیم به مطالبی که بودش. ببینید دوستان، چند تا چیزه عملا باید تو خونه تهیهش کنید. الان توی ایران گاز اشکاوری که میزن نمیدونم چه جوریه، خیلی خیلی این دوزش بالاست یا هر چی، باد که میزنه پخش هم میشه تو فاصله دور، باعث میشه که چشما بسوزه. نکته اساسی اینه که یکی از چیزایی که متاسفانه تازگی اتفاق افتاده بین دوستان پرسیدیم، ریه‌هاشون به شدت درد میگیره، بخصوص اونایی که سیگاری‌اند ریه‌هاشون به شدت درد میگیره. کاری که انجام باید بدن، حداقل آن چیزی که دیگه تقریبا میشه گفت هستش، اون زغالی که آرمین گفت، عملا اون زغال، آن چیزی که انجام میدید اینه، میرید از داروخونه یا عطاری‌ها چیزی دارن به نام زغال فعال یا اکتیو کربن، این رو داخل، حالا یا به صورت پودر یا به صورت دونه دونه شده است، داخل آب گرم می‌ریزید، بعد می‌ذارید آب گرم خوشه، یعنی بخارش بره زیر آفتاب، بعد چیزی به نام آمونیاک اضافه می‌کنید. آمونیاک نداشتید، از آب لیموی صنعتی، از این آب لیموهایی که بیرون می‌فروشن استفاده کنید، چون 90%ش آمونیاکه، استفاده کنید. اکتیو کربن شما عملا آماده است. پدهایی که برای خانم هایی که آرایش بهداشتی استفاده کنند، یه چیز گرد ماننده که برای صورتشون استفاده میکنند، سفید رنگ گرده یا حالت پنبه‌ای داره، ولی پنبه‌ای نیست، از عملا مثل هپا میمونه، فیلترهای هپا 14 یا هپا 12 میمونه. آغشتش میکنید داخل اون و یک سری، اگر خواستید داخل، میتونید با پارچه ماسکتون رو بذارید داخل ماسکاتون، اگر ماسکای پارچه‌ای دارید. اگر نه، میتونید ماسک هایی هست که از این توی یوتیوب بخواید، الان که اونایی که توی ایران قابل دسترسی دیگه الان نیستش، اینترنت خیلی ضعیفه، ولی خلاصش رو بهتون بگم، یه بطری هایی هست که الان توی پلاستیک فروشی توی ایران میفروشن که توش مثلا آب میریختن، از این آب رادیاتور میریزن یا مثلا خیارشور میریزن و اینا، خامش توی پلاستیک فروشی ها اونایی که نوشتن پلاستیک میفروشن هست، پره، خیلی مرزونه. اینو شما باید جوری به اندازه صورتت برش بدی، اونو دورشو با چسب دو طرفه بزنی، یه خورده پنبه کنارش بذاری که صورتتو اذیت نکنه، دو طرف بینیتو سوراخ کنی و اون پدا رو داخلش قرار بدی. اون دیگه خلاقیت خودته، ولی فیلماش هست که چطور میتونی این پدا رو قرار بدی و این باعث میشه که عملا گاز وارد دهان و بینیت نشه و اون چیز پلاستیکی باعث میشه که گاز اشکاور به چشمت نخوره. وسایلی که باید همراهتون داشته باشید، من حالا بچه ها دوستان کار گفتم موبایل اسمارت فون و اینا، پیشنهادی که دوستان میدن این ور اون ور اینه، به نظرم خیلی منطقی میاد، فکر کنم تو خونه های هممونم باید باشه، موبایل های قدیمی که ما داشتیم، نوکیا و سونی اریکسون و اینا، که همشون 2G بودن، به اینترنت هم وصل نمیشدن. عملا موبایل تنها چیزی که با خودتون میارید به نظر میرسه که این درسته، اینو بذارید تو جیبتون، اینو حتما باشه. فندک آرمین گفت، عرض کنم کاغذ، به اضافه اینم خیلی مهمه، اگر میشه مدارک شناسایی مثل کارت، مثلا اگه دانشجویی کارت دانشجویی، آبر بانک یا اینها رو همراه خودتون نیارید، پول نقد، حالا به اندازه‌ای که مثلا 50,000 تومان یا 100,000 تومان یه ترابل بذارید تو جیبتون کافیه، بیشتر از این فکر نمی‌کنم نیازت هم باشه. کارت شناسایی به هیچ عنوان نمیارید. تو بحث بازجویی هم که گفتن، تو ایران آرمین جان یه خود با آمریکا متفاوته، اگر ازتون سوالی کردن توضیح ندید، توضیح ندید، دروغم
به هیچ عنوان نگی، چون گندش در میاد. کاری که انجام میدید اینه، بله، نه، نمیدونم. همین جوابا رو میدید، بله، نه، نمیدونم. اینجوری نمیتونن، چون انقدر ازتون سوال میکنن تناقض میخواید تو حرفاتون، تناقضا رو گیر میارن، بیچارتون میکنن. این از این یه سال یادت نره چی میخواستی بگی. من این سال دارم، یه پیشنهادم شده بود که ماشین پلیس اگه مثلا دستتون افتاد صندوق عقبش رو چک کنید، شاید چیزایی به درد بخور اونجا باشه. آره، جز مواردی بود که حالا جز موارد آخر بود. آره، خوب شد الان گفتی. ببینید بچه ها، توی صندوق عقب این چند تا چیز یادتون باشه. صندوق عقب ماشین های پلیس تو همه جای دنیا، چه از جمله ایران، اگر تونستید آمبولانس اینجا رها شده بود یا چیز دیگه، این یه چیزایی دارن، یه پکایی دارن، بهش اصطلاحا میگن کیت بقا. اصطلاحی که استفاده میکنی بهش میگن کیت بقا. حالا یه چیزی هم عوام میگن که مثلا جعبه کمک های اولیه. اینا حتما از توش بردارید، خیلی مهمه، چون افرادی هستن احتمال داره بخورن زمین، احتمال داره زخمی شده باشن، سریع بتونید کمکشون کنید. تو اونجا اولین کاری که انجام میدید اینه که اگر با، معمولا تو ایران اینجوریه، با موتورسیکلت به سرعت حمله میکنن بهتون. یه چیزی من بهتون بگم، اگر تو قسمت صفحه اولی به هیچ عنوان جاتون تکون نخورید، ترسی که شما ایجاد میکنه اتوماتیک هدایت میشه به لایه‌های بعدی. پس اگر جلوی صفید تکون نخورید، این باعث میشه که اونا دیگه نتونن جلوتر بیان. این یه موضوع. دو، اگر احیانا دیگه پاشیده شد اون جمعیت، لطفاً به دیوار تکیه ندید، دم میدون وای نسید، وسط خیابون وای نسید، حتما یه جای امن پیدا کنید براتون. جای امن چجور جاییه؟ معمولاً کوچه بن‌بست نباید باشه، کوچه‌ای باشه که رادر رو باید داشته باشه اگر اون منطقه رو نمی‌شناسید. یه جایی باید باشه که رادر رو داشته باشه، ولی معمولا که تظاهرات توش تاریکی هم اتفاق میفته، یه جایی باشه که نتونن ببینن، نور نباشه. اگر جمعیت پاشید و اونها غلبه کردن، جایی باشید که نتونن عملا ببیننتون. زیاد دویدن و زیاد اینها از این ور به اون ور رفتن انرژیتون رو تلف میکنه، باعث میشه که گیر بیافتید. نکته که باز به ذهنم رسید اینه که اینم خیلی مهمه، لطفاً از لباس‌های مثل شلوار فاستونی، از این پیرهن‌های رسمی مثل پیرهن‌های کتان، یقه‌دار و آستین بلند منظورمه، یا کفش‌هایی که پاشنه بلند دارن، کفش‌هایی که چرمی‌ان، اینها استفاده نکنید. معمولا شلوار جین یا کتان که راحت باشید بتونید بدوید، کفش معمولا راحت برای دو، مثل کفش‌های کتونی، خیلی خوبه، از اینها استفاده کنید. یه چیز دیگه، لطفاً به هیچ عنوان این ریسک رو نکنید، چاقوی زامندار، شوکر یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی با خودتون هم نکنید. تکرار میکنم، چاقوی زامندار، اسپری فلفل، شوکر یا این اقلام رو با خودتون هم نکنید برای امنیتتون. چرا؟ چون احیانا سلاح پیدا میشه، سلاح تو خیابون پیدا میشه. راست. چرا احیانا چی؟ اونجا یه جرمیه که ما اصطلاحا میگیم محاربه، قطعا حکمتون دیگه میشه اعدام. خب پس نوید گفت سلاح تو خیابون پیدا میشه، یعنی اگه تو خیابون بین تو خیابون پیدا کنشون با تو خودشون سنگ نمیدونم بچه من نفهمیم با همیشه صحبت نکنم من نفهمیم که هیچ کدوم چی بود بگو آرمی نفهمیم یه با دیگه بپرس. خب نوید گفت با تو نو سنگ و اینا پیدا میشه، تو چی گفتی اکبر؟ من گفتم، منم حرف نوید رو زدم دیگه، من ادامه حرف من رو نوید گفت، گفتم با خودتون از خونتون نیارید. هستش اگر اگر بگیرنتون احیانا به هر دلیلی، اگر اینها تو جیبتون باشه، خب تو خیابون پیدا کنیم برد، خب همون جرمو اگه تو خیابون پیدا کردیم بردارید چی؟ دستتون نمونه، پرتش کنید یه جای دیگه اگه دیدید دارید درگیر میشید. ببین دو الان تفاوتش رو میگم. ببین اگر شما توی درگیری مثلا از یه پلیس باتومو بگیری، شما توی درگیری پلیس از باتومو گرفتید، این فرق میکنه جرمش با این که شما از قبل برنامه‌ریزی کردید و یه چاقویی که مثلا
به اون محیط به اونجا ربطی نداره و نمیدونم فلان اینا همراهتونه، یعنی از قبل برنامه‌ریزی کردید برای این کار اومدید تو خیابون، دفاع کردن از این یه ذره سخت‌تره توی اوکی حالا باش فهمید متوجه دستم باطمو پلیس گرفتم به جان تو متوجه ممنون متوجه شد. ولی ناخونگی رو گفت من خونده بودم، اون مشکلی نداره دیگه، اونو برای تو پشت تو جیب آره ناخونگی رو اینا اوکی، چیزی که بشه بگی که آقا اسلحه نیست برگرد. ناخونگی رو یه بار دیگه میگم، گفته بودیم تو جیب پشت شلوارتون بذارین که اگه دست از پشت بستن بتونین از همونجا درش بیارید و بتونین اینو پلاستیکو ببرید و باز کنین و شاید روش. یه توی لایف نینو کاتین حرفی که داشتی میزنین تو لایف چت یوتیوب گفتم من اینا رو بگم بپرسم از شما. یکی میگفت بی سیم، پس ببینم کی بود. آها میلاد میگه که بی سیم پلیس و بسیج رو بردارین از دستورا با خبر میشین، این خوبه؟ ببین آره، ولی اگر ببین نگاه کن اگر بتونی بگیرید دیگه، یعنی اگر بی سیم سالم گیرتون اومد و معمولا اینم سعی کنید مثلا یه جایی برید که بشنوید و فقط به اونهایی که آها خوب شد گفتی اینو، به اونهایی که میشناسید صحبت کنید، یعنی اگر مثلا من و نوید آرمین رفتیم با بابک، من فقط همینا رو میشناسم، این خوب شد گفت آرمین، همونطور که آرمین گفت هیچ پلیس خوبی نداریم، این جمله رو تو گوشتون فرو کنید، هیچ تظاهر کننده خوبی هم نداریم. من یعنی خلاف این پیشنهاد شنیدم، من شنیدم از بعضی هم گفتن که تو خیابون هر کی مثلا هر کی رو دیدین اونجا خیلی شک نکنین، دست هم دیگر رو بگیرین جمع شید با هم. نه آرمین، این حالا ایران خلاف آمریکا اونجاست، چون افرادی هستن با عین من و تو هن میان وسط، ازت اسمتو میپرسن، اسمتونو به هیچ عنوان نگید، فامیلیتونو نگید، چی کاره اید نگید، یه موقعی مثلا طرف بگه بیا بپر رو موتور من، بیا بپر تو اتومبیل من، به هیچ عنوان این کارو نکنید. برای همین میگم تظاهر کننده خوب، چون افرادی هستن توی این سیستم متاسفانه عین من و شما، شیشتیق کردن موهاشونو ژل زدن، عین من و تو هم شلوار رو چیز پوشیدن، ولی یه دفعه طرف جزء ایناست، آمارتو میگیره یا همونجا دستگیرت میکنه. تو این فیلم هم دیدید دیگه، تو همین فیلم های اخیر پر بود، یعنی طرف این من و توه، برای همین الان اون با تظاهرات تو کانادا، تو آمریکا، تو اروپا باشه فرق باشه. داره بچه مایکتون رو ببندید، خیلی زیاد نمیدونم مایکی کی الان داره صدای چند نفر میاد، کیه صداش؟ مایکو ببندید پیغام دادم. آره اوکی ممنون. دیدم مایک زدنه تو باشه، ببخشید مایک باز نکنیم بچه ها، به نوبت میایم پایین، نکته ای هم دارید بنویسید بعد تو زمان خودتون صحبت کنید. بگو آرمین در خدمت. اکبر نظره درباره چت چیه؟ چت مثلا تو هنگ کنگ دیدیم خیلی از چت استفاده. ببین نگاه کن ببین آرمین، اتفاقا چت رو من داشتم با دوستان صحبت میکردیم، چت خیلی خوبه، یه پوینت اینجا وجود داره، قطعا اگه چت تو دستت باشه اینا دوزارشون میفته چی کار شدی. اگر خونده باشه اخبار رو دنبال کرده باشی، اونهایی که لباس شخصی بودن یا همین که من به توضیح دادم، یه اتفاقی افتاده بود، اینا یه کیفای کمری داشتن به صورت کج مینداختن، اینا مشخصا افرادی بودن که داخل سیستم بودن، یعنی اینو برای اینکه خودشون رو شناسایی کنن، اشتباهی نسوزونن همدیگر رو اصطلاحا. کاربرد چت چیه؟ ببین نگاه کن، یکی از مهمترین کاربرداش برای گاز اشکاوره، یکی از مهمترین کاربردش برای گاز اشکاوره، ولی متاسفانه ببین نگاه کن، توی معمولا اینجوری نیست یه دونه دوتا گاز اشکاور بندازن سمت جمعیت، زمانی که شما چت دارید، وقتی گاز اشکاور 7-8 10 تا یه دفعه میاد سمتتون، این چت ها باعث میشه که اینا کمونه کنه، این یکی از کاربرداشه. دومیش هوا رو تو میتونی باهاش تکون بدی دور و اطراف خودت، یعنی چت رو وقتی میگیری حرکت میدی، هوای زیادی دور اطراف تکون میخوره، هوای فرشتر میاد که اون دود مثلا گاز اشکاور بره کنار. متوجه شدی؟ حتی کاربرد زیاد داره، ولی مثال، ولی من پیشنهاد نمیدم، چون اولا داری خودتو نشون میدی برای چی اومدی. اوکی یه سوال دیگه میکنم، اینو من خیلی همینجوری میپرسم برای اینکه روی یوتیوب برامون مشکل پیش نیاد. خب اگه میشه ملاحظه بکنید و همینجوری که من دارم میگم صحبت کنید. خب یه پیشنهاده شده که وقتی که موتور یا ماشین پلیس دستتون میاد، یه کاری بکنید که این دیگه قابل استفاده
نباشه. خب آیا این پیشنهاد خوبیه یا نه؟ بله. اوکی همین کافیه. بسیار پیشنهاد خوبیه. بسیار